بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاني جرامي، كتابي ديجري كي اورا مو شما ببحث ميجيريم وميخوايم كي منهج اورا بفاميم او كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور از امام جلال الدين سيوتي رحمة الله عليه. بس اولا مؤلفی کتاب را مختصرا شناسایی میکنیم و او را درک میکنیم، بعد از او انشاءالله کتابی آنها را به معرفی میگیریم و بعد از او منهج تفسیریش انشاءالله به بحث میگیریم. مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي الشافعي المسند المحقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة، صاحب مؤلفات بسيار بلند ومفيد عظيم بود. در ماه رجب در سال 849 هجری به دنیا آمد و پدر بزرگوارشان در طفولت امام جلال الدین سیوطی که هنوز 5 ساله بود، 5 سال و 7 ماه عمرش بود پدرش فوت کرد و از شفقت و رعایت و سرپرستی پدری محروم شد و پدری و حفظ و مراقبت و تعلیم و تربیت و با بعضی از علما سپرد که از او جمله یک کمال ابن الهمام رحمت الله علیه بود. بس ابن الهمام رحمة الله عليه او را تربیه کرد، زیر نظر او را قرار گرفت و از آن طفولیت به او اهتمام کرد. با می خاطر 8 ساله بود که قرآن را تکمیل کرد و بسیار از متون علمی را حفظ و از بسیار علما علم را فرا گرفت. شاگردش داودی، علمایی که امام سیوطی رحمت الله علیه از اونا درس خواندن، او را جمع‌آوری کرده و او را به 51 استاد رساندن. همچنان مؤلفات امام سیوطی رحمت الله علیه را جمع کرده و نوشته کرده که از 500 کتاب، از 500 تالیف بیشتر داره و الله رب العالمین کتابای امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یک مقبولیت عمومی بخشیده که در شرق و غرب دنیا از او استفاده میشه. امام سیوطی رحمت الله علیه در بین علما یک میزه خاصی داشت که او سرعت تالیف بود. تلمیزی او داودی رحمت الله علیه نقل میکنه که عاینت الشیخ وقد کتب فی یوم واحد 3 کراریس تالیفا و تحریرا. ما ملاحظه کردم شیخ خود را که در یک روز 3 کتاب چرا، یعنی 3 کتاب را تالیف و تحریر کرده. در زمانه و عصر خود عالمترین شخصیت ها بود، علم حدیث با احکام فقهی و در تفسیر یک بحر بود. در یک جای خودش گفته که ما
200,000 حدیث را حفظ کردیم. و باز میگوید لو وجدت اکثر لحفظت، اگر از این بیشتر میافتیم او را هم یاد میگیریم. و در زندگی نامش ذکر شد که امام سیوطی رحمت الله علیه بعد از اینکه 40 ساله شد بر عبادت و تزکیه نفس خود انقطاع کرد و خود را به تزکیه نفس و عبادت الله رب العالمین فارغ ساخت. افتا و تدریس را ترک کرد و در یک کتاب خود که به نام التنفیس نوشته کرده و ذکر کرده که از این وظایف رسمی معذرت میخواست. و در روضة المقیاس قیام کرد تا که امونجا وفات شد. امام سیوطی رحمت الله علیه زیاد مناقب و کرامات داره. همچنان امام سیوطی رحمت الله علیه شعر را هم می گفت و شعر که دو فواید علمی را جمع کرده و احکام شرعی را. امام بزرگوار در صبح روز جمعه 19 جمادی الاولا در سال 911 از دنیای فانی رخصت شد و به حیات ابدی پیوست رحمت الله علیه. التعريف بتفسير الدر المنثور وطريقة مؤلفه فيه. شناخت ومعرفتي تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور ومنهج وطريقي مؤلف آن. إمام جلال الدين رحمة الله عليه خدش كتاب خدرة معرفي كرده و ای را ذکر کرده که سبب تألیف ای تفسیر چی بود و تمام ای تفصیلات را باز در آخر کتاب الاتقان ای را ذکر کرده و می گوید و قد جمعت کتابا مسندا فیه تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 14,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات وسميته ترجمان القرآن. ميقول كمو يك كتاب مسند رو تألیف کردیم، او را جمع کردیم که تفاسیری که از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده تقریبا چند هزار مرویات را حدیث را دو جمع کردیم که بعضی او مرویات مرفوع است و بعضی موقوف است و در 4 مجلد او را به پایان رساندیم و نام او را گذاشتیم ترجمان القرآن. و در مقدمه الدر المنثور می فرماید فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتاب المخرج منها ورأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير به.
يعني بقين معناه كدر أول ترجمان القرآن لا تأليف كرد وباس كديد كبسيار دراز وطويل أس وهمت هاي مردم ضعيف شده وشوق واشتياقشان بيس كي كتابي مختصر بدون إسناد وتطويل بخوانا بس او کتاب طویل تفسیری را مختصر ساختم و احادیث و مرویات او را به مصدر اصلی نسبت دادم و نام او را الدر المنثور فی التفسیر المأثور گذاشتم. یعنی به این معنا که امام سیوطی رحمت الله علیه تفسیر خود الدر المنثور را از کتابش ترجمان القرآن مختصر کرده و روایات را حذف کرده و بعد از او امام سیوطی رحمت الله علیه در کتابش معروف و مشهور خود الاتقان می گوید و قد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب يعني الإتقان مقدمة له. امام سیوطی رحمت الله علیه می فرمایی که ما با یک کتاب جامع شامل که در تفسیر قرآن کریم باشه و تمام تفسیرات منقول و مأثور را جمع کنه و اقوال معقول و تفاسیر برای را جمع کنه و استنباطات و اشارات و قضای لغوی را جمع کرده باشه و نکته های بلاغی و محاسن بدیعی را جمع کرده باشه بگونه ای که یک تفسیر جامع باشه که در وجودی بو با هیچ تفسیری ضرورت نباشه در این قسم یک تفسیر آغاز کرده و باز میگوید که نام او را ماندیم مجمع البحرین و مطلع البدرین. مجمع البحرین و مطلع البدرین و این کتاب ما الاتقان فی علوم القرآن مقدمه است برای مجمع البحرین و مطلع البدرین. یعنی به این معنی که کتاب امام سیوطی رحمت الله علیه در تفسیر نوشته های او به سه مرحله میتونیم که تقسیم کنیم. اول کتاب را نوشته کرده ترجمان القرآن، باز او را تلخیص کرده در الدر المنثور و بعد از او ارادهش بیان شده که یک کتاب جامع و شامل را که منقول و معقول یعنی تفاسیری بالرأی و تفاسیری بالمأثور را دو جمع کرده باشه نام او گذاشته مجمع البحرین و مطلع البدرین و کتاب الاتقان که در 4 مجلد است در علوم القرآن مقدمه است برای ای کتاب. علی که ای کتاب را تکمیل کرده یا نکرده و به زیور چاپ رسیده یا نرسیده در این مورد معلومات نیست. اگر به دسترسی قرار بگیره شاید یک موسوعه تفسیری می باشه. اما در مورد منهج الدر المنثور چند نکات مهم
فإن ذكر ميكونم وبوس تصفح ميكونم كتابي الدر المنثور زمام سيوطي رحمة الله عليه. كل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب عليها، فلا يعدل ولا يجرح ولا يضعف ولا يصحح، فهو كتاب جامع فقط لما يروى عن السلف في التفسير. يكي از نقاط منهجي كملاحظه ميكونم در تفسير الدر المنثور يسكي امام سيوطي رحمه الله عليه فقط مرويات تفسيري را بدون كدام شرح و تعقيب جنبا جمعواري کرده، نا بالای رجال از لحاظ تعدیل و جرح و تعدیل بحث میکنه و وانا روایات را حکم میکنه به ضعف و صحت و نا کدام معنا و مفهومی را از خود بیان میکنه، فقط روایات را جمعواری کرده در این تفسیر. همچنان وقتی که این تفسیر را میبینیم به نظر می رسد که امام سیوطی رحمت الله علیه مرویات را عمدتا از کتب احادیث صحیح البخاری، صحیح مسلم، از سنن نسائی، از سنن ترمیزی و از مسند امام احمد و از سنن ابی داود و از تفسیر ابن جریر طبری و از تفسیر ابن ابی حاتم، یعنی تفسیری که پیش معرفی گرفتیم و امام سیوطی رحمت الله علیه می فرمایه که این تلخیص تفسیر ابن ابی حاتم از تفسیر ما و از عبد بن حمید و از ابن ابی الدنیا و از علمای پیشینی که از اینا از زمانه اینا پیش رفتن از تفاسیر اینا گرفتن و غیر از کتاب هم مرویات دیگری تفسیری که گرفته دی کتابشان موجود است. یک چیزی که ملاحظه میکنیم در تفسیر او یک نقطه منهجی است و شما وقتی که را تصفح میکنین بر میخورین که امام سیوطی رحمت الله علیه به وصف این که در علم الحدیث هم یک دست داشت و کتب زیادی را داره در علم الحدیث، در مصطلح الحدیث و در معرفت حدیث و علل حدیث، لیکن در این کتاب خود اهتمام به صحت روایت نکرده، بلکه بین صحیح و علیل خلط کرده. به امی خاطر یک قاری ای کتاب باید ای اهتمام داشته باشه که مرویاتی که او ذکر کرده از لحاظ قیمت سند و از روایت از چی قیمت برخوردار است، آیا قابل استدلال است یا نیست. و یکی از نقاط مهمی که در تفسیر الدر المنصور میبینیم که به معنای واقعی این تفسیر بالمأثور است، زیرا که هیچ رای و نظر و هیچ تعلیقی را از طرف امام سیوطی رحمت الله علیه دی دیدن نمیشه، بلکه چیزی را که او کرده و جمع روایات تفسیری است که در تفسیر خود او را جمع‌آوری کرده رحمت الله علیه رحمتا واسعه. حالا ممکن که تفسیر امام سیوطی رحمت الله علیه را کمی ببینیم. او به این گونه مقدمه تفسیر خود را آغاز کرده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أحيا بما شاء مآثر الآثار بعد الدثور.
ووفق لتفسير كتابه العزيز بما وصل إلينا بالإسناد العالي من الخبر المأثور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الأجور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أسفر فجره الصادق فمحى ظلمات أهل الزيغ والفجور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العلم المرفوع والفضل المشهور، صلاة وسلاما دائمين ممر الليالي والدهور. وبعد، بعد ذي حمد سنة مفرمان. فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والله أسأل أن يضاعف لمؤلفه الأجور ويعصمه من الخطأ والزور بمنه وكرمه، إنه هو البر الغفور. إيه مقدمي مختصري تفسير أصل، وبعد زو إين قناء آغاز ميكونا مقدمي سورة الفاتحة، مقدمة سورة الفاتحة. أخرج عبد بن حايث في تفسير يعني إبراهيم قال سألت الأسود عن فاتحة الكتاب أمن القرآن هي؟ قال نعم. وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن الأنباري في المصاحف ببنكي عزو ميكونا عن محمد بن سيرين وابن الأنباري في المصاحف أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يكتب فاتحة الكتاب والمعوذتين، واللهم إياك نعبد واللهم إياك نستعين، ولم يكتب ابن مسعود شيئا منهن، وكتب عثمان بن عفان فاتحة الكتاب والمعوذتين. وبين قناة اي روايات را در موردي تفسير جمعيكونا ومقر بعد ذو مقدمة معي بتفصيل قوله بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج أبو عبيد وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الأنباري في المصاحف والدار قطني والحاكم وصححه والبيهقي والخطيب وابن عبد البر كلاهما في كتاب المسألة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قطعها آية آية وعددها عد الإعراب، وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعد عليهم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يكيساب يكايترا حساب كردا ودر عليهم حساب نكردا غير المغضوب عليهم. بإن قنا إمام سيوتي رحمة الله عليه إما رويات رجم ميكنا وتأخير قرآن شكد الوسطهم يك جاي جاي ربي بنم سورة ذكر كذا. بعض أخرج عبد بن حميد وابن مردوي يعني ابن عباس قال ناس لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، فأخبرهم الله فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكرهوا ذلك فأنزل الله
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كانوا يقولون والله لو نعلم ما أحب الأعمال إلى الله فنزلت يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله بنيان مرصوص، فدلهم على أحب الأعمال إليه. وبإن قلنا إي تفسيرات را ذكر كرلا مثلا سورة ناس ذكر ميكونا إي مرويات را. أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أنزل بالمدينة قل أعوذ برب الفلق. وأخرج ابن مردويه أنزل بالمدينة قل أعوذ برب الناس. وأخرج ابن مردويه عن الحكم ابن عمير الثمالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قال أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مغفل قال البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مرة رضي الله عنه قال ما وسوسة بأولع ممن يراها تعمل فيه. وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب ذم الوسوس عن معاوية ابن أبي طلحة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعمر قلبي من وسواس ذكرك واطرد عني وسواس الشيطان. اللهم اعمر قلبي من وسواس ذكرك واطرد عني وسواس الشيطان. وبين قنا مرويات را ذكر ميكنا رحمة الله عليه كل أخيرين شيء كي إمام رحمة الله عليه قفت وإنس كي أخيرين رواياتي وقديئس ميقويا قال مؤلفه رضي الله عنه وتقبل الله منه صنيعه فرغت من تبيضه يوم عيد الفطر يعني بروز عيد هم كارمي كردن سنة 98 هشسد نود هشت يعني در هشسد نود هشت إلى تكميل كرد ودر نو سد يازدا وفات كرد يعني أز وفات چند سال پیش إلى تكميل كرد. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله رب العالمين جهد إمام سويتي رحمة الله عليه وأسهمي علماء بزرقوار أمترا قبول فرمائد وجنات فردوس وأعلى ربرشان نسيب فرمائد. توقعي ما إيس مردرا وخاهران جرامي كي كتاب را حد أقل چندين سورهاي إيرا بعد خوانده شوا تاکه به شکل درست به منهج کتاب شما دست پیدا بکنین و راه پیدا بکنین و چیزایی را از این بیاموزین، زیرا که شاید به شکل کتاب مطبوخ و شاید پیش کم مردم باشن، لیکن الحمدلله در مکتبه شامله موجود است. الله رب العالمین جزای خیر نصیب کنه و کسانی که این مکتبه شامله را ترتیب داده. اقول قولی هذا و
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.